امام زمان مهربونه سلام، دلم میخواد با شما حرف بزنم. آخه مامانم میگن شما حرف همه بچه ها رو میشنوید. میخواستم بگم خیلی دوستتون دارم، از ده تا هم بیشتره. همین همش دعا میکنم شما زودتر. ناخدای کشتی عالم علی است، نور چشم احمد خاتم علی است. اسم حیدر قصه از دل میبرد، کشتی غم را به ساحل میبرد. هر که باشد در دلش حب خدا، از علی هرگز نمیگردد جدا. یاد مولا بهترین ذکر من است، عشق مولا دائما فکر من است. در دو دنیا چشم امیدم به اوست، دیدن او وقت مردن آرزوست. دائما دارد به لب این زمزمه، یا علی و یا علی و فاطمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و سلام و ادب و احترام و فروتنی محضر شما بینندگان عزیز در شامگاه 18 ذیحجه، شام عید سعید قدیر خم، عید الله اکبر، به تک تک شما ادای احترام و سلام و عرض ادب دارم. به محضر ولی نعمتم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که نگاه مهربانانه و پدرانه اش رو همواره بر ما بیندازد و سپاس از اینکه ما رو در زمره محبین و انشاءالله شیعانشون قرار دادن. از اینکه قصد کردید امشب هم در این لحظات خوش برنامه خودتون دخیل، ویژه برنامه شبها و لیالی قدر، اعیاد قدیر رو ببینید و همراهی بکنید، کمال سپاس و تشکر رو دارم. از خدا میخوام توفیقات ما رو روزافزون کنه و امشب هم توفیق خدمتگذاری محضر شما رو تا پایان وقتی که به هم اجازه میدن رو عطا بفرماید. فراموش نکنید روز لبخند بوده، یوم تبسم. هنوز میتونید به هم دیگه از این لبخند ایدی بدید. آرزوی سلامتی، بهترین دعا و ایدی من موسوی به تک تک شماست. هر کسی که توی دنیا رسیده به جایی، هر کسی که توی دنیا رسیده به جایی، سر این سفره عمره که کاسه نیسته، پس صدقی کنه عیدی به ما آقا جونم، برا زیارتش اسممونا بنویسه، برا زیارتش اسممونا بنویسه. تک کلامه هر پیر غلامه، وقتی میافتم یا علی گفتن اصلا.
یار در نجف نقل شب عبد آقامه بارا علی یا حیدر 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 باب المراد نجف شهن حضرت زهراست باب المراد نجف شهن حضرت زهراست چون بی بی فاطمه صاحب قلب علیه یکی از نوکراشم شاه عباس که رویه مهر حکومتش واژه کلب علیه مهر حکومتش واژه کلب علیه حبل المتینه یعصوب دینه خوشگل ترین اسمش امیرال مومنینه حرف حسابه لعن خدا به هر کس به ناحق جای آقا مون بشینه برو علی یا حیدر 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 عیدتون مبارک باشه مردم خوب و دوست داشتنی مردم ولایی براتون بهترین ها رو آرزو میکنم انشاءالله هر روزتون به فرمایش خود مولا عید باشه روزی که در اون گناه نکنیم به تعبیر خود مولا اون روز عید هست الهی که زندگیتون خالی از حضور شیطان رژیم رانده شده باشه انشاءالله شیعیان مرتضی علی جز افراد خاصن اگر توی الفاظ بعضی از اهل سخن دقت بکنید یک جماعتی رو میگن اهل عامه یک جماعتی رو میگن اهل خاصه خاصها اونایین که با امیرالمؤمنین بیعت کردند الفت و انس گرفتند و آنچه را که پیغمبر به عنوان دستور الهی به اونا انتقال داده رو کاملا صحیح و دقیق پذیرفتن اما هستند در همین دنیا کسانی که متاسفانه از نعمت ولایت محرومند و دستور پیغمبر رو نپذیرفتند هرچند خودشون رو با ادعای اهل سنت میدانن اما جالبه بدونید که تمام پیامبران اقرار به ولایت امیرالمؤمنین کردند در کنار اقرار به محبت فاطمه که اگر این دو نبود ادیان اونها پذیرش ولایتشون و نبوتشون به مخاطره و به نابودی میرفت چقدر صریح این حرفو میزنم به جهت اینکه در روایات داره اگر کسی ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رو نپذیره بهره ای از اعمال نمیبره حتی پیامبران حتی جمادات حتی نباتات از این قانون باید تبعیت بکنن لذا شما بارها شنیدید سنگ عقیق شرافت خاصی داره حالا عقیق یمن هم از لحاظ شرافت روایی و هم از لحاظ ریالی و تومنی و مالیش در یک مقام ویژه است و احترام خاصی داره سوال میکنیم میفرمایند که اولین سنگ کوه که به ولایت امیرالمومنین اقرار کرد و پذیرفت توی حشرات بارها گفته شده زنبور لذا محصول زنبور میشود ممتاز ترین هدیه خداوند به بشر در گیاهان برنج هست لذا این همه توی سفره من و شما جای خاص داره و خیلی چیزهای آبهایی که تلخ و شورند منهای ولایت علی هستند ولی اون آبی که شیرین و گواراست پذیرفته ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو
و انسانهایی که بپذیرند ولایت مولا رو مطمئنن جزء شیرین ترین افراد و محبوب ترین انسانها نزد خداوند متعال می شوند. بعد نگاه می کنی هر که محبتش نسبت به امیر المؤمنین بیشتر، افزونتر، محبتش در بین مردم و نزد خداوند متعال ارزشمندتر و افزونتره. بلا استثناء همه شما با شنیدن نام سید الشهدا علیه السلام یک محبتی از ایشان در دلتون هست، منهای مظلوم کربلا بودن و شهید صحنه کربلا. او به جهت اینکه ارادت ویژه نسبت به پدر بزرگوارشون داشت، عیزن امام حسن مجتبی و دیگر حضرات معصومین چون شناخت کامل رو نسبت به امیر مؤمنان دارند، یک احترام ویژه تری دارند. صدیقه کبرا منهای مقاماتی که برای او هست، باب محبت علی در دل او به گونه ای او رو بالا برده که جایگاه ویژه تری رو نسبت به دیگران داره. اینو دارم از کجا استخراج میکنم؟ این حرف رو از خودم دارم میزنم؟ نه، از محاجه ها، از مجموع روایات و افتخار کردن هایی که در روایات آمده. یه جایی سید الشهدا به داشتن پدری مانند امیر مؤمنان افتخار میکنه. این نشان از این داره که او رو میشناسه و محبتی از علی در دلش نشسته. شما بگردید تو روزگار خودتون، آدمای دور و ورتون، کسایی که علی دوستند، نه اونایی که حالا در و دکانی با نام امیر مؤمنان باز کردند، نه اونایی که با اسم علی دارن قلوف بازی در میارن و به تعبیری توی مسلک صوفی افتادند و تو بازی این چنینی، نه، اونهایی که وجودشون غرق محبت امیرالمؤمنین است که خود امیرالمؤمنین خدا رو عبادت میکنه، پیغمبر رو به عنوان نبی قبول داره. چون وقتی از خود مولا پرسیدند چه خبر، حضرت فرمود من از آدم بالاترم، من از نوح بالاترم، من از ابراهیم بالاترم، من از موسی، عیسی. به پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که رسید، فرمود انا عبد من عبید محمد. بعد یه سری آدم ها میان به عشق آقا امیرالمؤمنین خودشون رو معرفی میکنن، ولی تبعیتشون از پیامبر و کلام پیامبر ناقص و ناچیزه. این میشه که من میگم خیلی ها در دکون باز کردن. بگذرم حرف خودم. اون آدم هایی که حقیقتا محبت امیرالمؤمنین در دلشون هست رو شما ببینید، انسان های شفاف و زلال و دوست داشتنی میشوند و با نگاه اول همه مجذوب اونها میشن. چرا؟ چون مثل براده های آهن که هرچی به آهن رو با نزدیکتر، قدرت گیرایی اون براده قوی تر. شما تصور بکنید یه آهنربای خیلی بزرگ، بعد یه سری براده دوروبر او هست، میخ، آهن، هر کدوم نزدیکترن قدرت گیراییشون بیشتره. ما هرچه به منبع فیض و نور نزدیکتر باشیم، طبعا افراد هم به ما جذب خواهند شد. و اگر جز در و دکوندارها باشید، اون وقته که خیلی ضرر خواهید کرد. پس بهترین راه چیه؟ مانند مالک ها باشیم، مانند سلمان و مقداد و ابوذر. ابوذری که حاضر شد نهایت ظلم رو در حق خودش بپذیره، ولیکن عشق علی رو از دست نده. ابوذری که حاضر شد در صحرای ربضه تنها بدون قوت قرار بگیره، ولیکن دشنام به علی مرتضی نده. یا میثم تماری که چند روز دیگه روز شهادت او خواهد بود، حاضر شد زبان از کام او بیرون بیارند، ولیکن دست از علی و مدح او نکشه. مالک همچنین، سلمان همچنین، مقداد که در ولایت پذیری بی نظیره.
چی میخوام بگم؟ یک کلام، ختم کلام. با علی باش و پادشاهی کن، بی علی باش و هر چه خواهی کن. حالا شاید جمله در ذهن من و شما چیز دیگری است، ولی کن میخوام بگم با علی باش و پادشاهی کن یعنی همه دیگه اون موقع در خدمت شما، به جای اینکه شما در خدمت همه باشید. اما اونی که امیرالمؤمنین رو نداره، محبتش رو نداره، از اونجایی که نه عبادتش، نه رفتارش، نه عملهای دیگر او به درد میخوره که به درد نمیخوره، لذا دیگه هر کاری کردن کردن. یه حرف بزنم، این بچه حیاتی ها، حسود کور در خواب و خیال من و دن کلندن از حیدر محاله. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودم: ای علی، خداوند گناهان شیعیانت را بر من حمل نمود و آنگاه آنها را به من بخشید، و این همان گفتار خداوند است که می فرماید: تا اینکه خداوند گناهان گذشته و آینده تو را بیامرزد. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه دخیل، ویژه اعیاد و شبهای قدیر. نمیدونم امروز چند تاتون از سنت دید و بازدید استفاده کردید، ایدی، لباس نو، لبخند و اینگونه مباحث. اما توصیه بر رفتار من و شما توی این روز بسیار زیاد بوده. تربیت رو هم در این واقعه به پدر و مادر و در این حقیقت بسیار توصیه کردن و سفارش کردن که فرزندانتون رو با یک تربیت خاص و یک اصطلاح مهندسی، اونها رو قدیری بار بیارید، که سعی کردیم توی این چند شب که خدمت شما بودیم یک مقطع کوتاهی رو تقدیم بکنیم و انشاءالله آداب تربیت خانواده قدیری رو تذکر بدیم. حالا الحمدلله شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی ما همه اهل فنید، میدانید. دیشب هم با کارشناس محترم که صحبت کردیم، گفتم تجربه شخصی، گفت حضور فرزندان در مجالس اهل بیت یا در مرحله بالاتر در خود مشاهد شریفه. عنایت داشته باشید، در عین اینکه دستور میدن که فرزندانتون رو به هیئت و مجالس خوب اهل بیت ببرید، مبادا به نحوی عمل بکنید که دلزدگی ایجاد بشه. اجازه بدید یک اشتیاق ایجاد بشه، شما هم برای اونها وقت بگذارید و همراهیشون کنید، و یا اینکه از اونها بخواید با شما همراه بشن. یه بخشی رو ببینیم و انشاءالله از شعرخوانی دوست گرانقدرم جناب آقای علی مهدوی نسب هم لذت ببرید در این بخش. همای رحمت غرق دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا، ذکری نمیشه شبیه یا علی یا مرتضی یا مرتضی یا مرتضی. عالم و نور نگاه فاطمه، ای دلارام همه، خورشید ماه القمه، ای صحاب رحمت و بارون بخشش و سخا، دست من و دامنت مولا علی شیر خدا. ای عزیز عالم و نور نگاه فاطمه، ای
دل آرام همه، خورشید ماه القمه، ای صحاب رحمت و بارون بخشش و سخا، دست من و دامنت مولا علی شیر خدا، مولا علی شیر خدا. جنتم که باشه بی تو میشه نفسگی، حتی بین کویرم با تو میشه گل سرازی، غرق شعف شبای روشن جشن قدیر، جشن قدیر، جشن قدیر. ای ولی عالم، این سرمشق عزت حسین، مددی اول حسن، مدد قرار زینب، ای ولایت تو شرط لازم اکمال دین، ای اتم نعمت، هی در امیر المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. اگرچه از غریبیت پرد شده حواس ها، و نیست در هوای تو سر خداشناس ها، هنوز در نماز شب به فکر دردشی، ای شده قنوت تو دعا برای ناسپاس ها. چقدر گریه جای ما، چقدر توبه جای ما، به دوش توست از چه رو تمامی تقاس ها. بیا و جان ببخش این نگاه بی تو مرده را، که بشنوی ز عشق ما حدیث التماس ها. نگاه مرده‌ای که از قصور دائمش شده، نگاه مرده‌ای که از قصور دائمش شده، حضور تو میان ما شبیه ناشناس ها. حواس شیعه نیست که غریب این زمانه کیست، حواس شیعه نیست که غریب این زمانه کیست. به قول مادرت کسی شکست دلتر از تو نیست. از ازل نام علی شد بر دل هر شیعه حک، چون که از خان عطای فاطمه خورده نمک، دم به دم ذکر نمک خورده، دم به دم ذکر نمک پرورده این سفره است. لعنت حق تا ابد بر قاصب حق فدک. شیعه لبخندی بزن، یوم تبسم آمده، شیعه لبخندی بزن، یوم تبسم آمده، روز شادی و سرور قلب مردم آمده. حضرت روح الامین در وادی خم آمده، با صدای مصطفی تا به تکلم آمده، گفته روز عهد با معصوم دوم آمده. اختیار این جهان بر دومین، اختیار این جهان بر بهترین نائب رسید، حق به حقدارش علی ابن ابی طالب رسید. اختیار این جهان بر بهترین نائب رسید، حق به حقدارش علی ابن ابی طالب رسید. او به عالم عروت الوثقاست، بلغ یا نبی، بعد تو او بر همه مولاست، بلغ یا نبی، او امام حضرت زهراست، بلغ یا نبی، شیعه را او مهربان باباست، بلغ یا نبی. وال من والا رحمت بر محبش تا ابد، عاد من عادا لعنت بر عدویش بی عدد. گفته نبی که عارف کل مراحل است، کوی قدیر ساحل کل سواحل است. برکه نگو که جزر و مدش فوق ماسواس، برکه نگو که جزر و مدش فوق ماسواس، هر کشتیش به بار خداوند نائل است، هر قطرش تلاطم امواج ایزدی است، هر کس که غرق آن بشود عبد واصل است. قدرش فراتر از قلم عجز دعبلان، گوهرشناس بر یم این برکه
سائل است. دستی که روی دست نبی برده شد به عرش، سرمنشأ حصول تمام فضائل است. کوری آن فراری و ایل و تبار او، راهی به جز مسیر علی راه باطل است. ما را چه باک نسبت دیوانگی زنند، زیرا جنون برای علی عقل کامل است. گرچه به سوی مکه کنم روز و شب نماز، گرچه به سوی مکه کنم روز و شب نماز. سویش ببین که قبله این دیده مایل است. جنت بدون آل علی چاه دوزخ است. جنت بدون آل علی چاه دوزخ است. زمزم بدون حبش زهر حلاهل است. در او همه صفات خدا جمع می شود. در او همه صفات خدا جمع می شود. هر حسن مستحق ثنا جمع می شود. در یک طواف دور ذریحش هزار بار، حج و منا و سعی و صفا جمع می شود. دکتر جواب کرده بداند که در نجف هر نسخه‌ای برای شفا جمع می شود. یک یا علی که روی زبان زمزمه کنیم، یک جا صحیفه های دعا جمع می شود. ذکر علی عبادت هر نطفه پاک شد، هر کس نداشت مهر علی را هلاک شد. الحمدلله رب العالمین. عرب ها یه حالت خوبی دارند وقتی توی این ایام به هم دیگه میرسند، بعد از اون حالا عبارت مشهور الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین رو میگویند، میگن الحمدلله علی ولایه، یعنی سپاس خدای رو از این که صاحبی داریم، ولیی داریم و آقایی داریم، و شکرگزاری میکنند این نعمت خداوند متعال رو. و ما هم باید یاد بگیریم خرج کنیم از خودمون و از باورمون و از لسانمون به محبت آقا امیرالمومنین. آقای مهدوی نسب عزیز و دوست داشتنی که شعر می‌خواندن، من یاد این روایت افتادم که کسی در کوفه بود، خیلی ارادت داشت محضر آقا امیرالمومنین، هر روز نمازش رو در مسجد کوفه پشت سر حضرت می‌خوند. چند روزی بیمار شد و در بستر بیماری افتاد، نتونست روزها به مسجد بره و نمازش رو در پشت سر حضرت به جای بیاره. عاقبت یه روز با وجودی که هنوز سلامتی کاملی نداشت، تصمیم گرفت که در اوج ناتوانیش به مسجد بره و دلتنگیش رو با دیدار امیرالمومنین برطرف بکنه. اومد بره بیرون، با وجودی که ناتوان بود، همسرش او رو صدا زد، چیکار داری میکنی؟ کجا داری میری؟ عرضه داشت که من دلم تنگ مولا علی شده، با هر وضعی که شده خودم رو میخوام به مسجد برسونم. آمد نماز رو خواند، حضرت رو از فاصله دور هم بود دید، اومد بره، دید صدایی به گوشش خورد که نخیل پیست. برگشت دید که صدا از جانب مولای عالم امیر مؤمنان علی علیه السلام میاد. تعجب کرد، آقا اسم من رو نمیدانست، چگونه منو صدا زد؟ اومد محضر امیرالمومنین، عرضه داشت که یا امیرالمومنین، اسم من رو از کجا میدونی؟ دلتون با منه؟ حضرت فرمودند اسم تو، اسم پدرت و حرف هایی که در ذهن تو هست رو من میدانم. عرضه داشت که یا امیرالمومنین، دلم خیلی برای شما تنگ شده بود، با اینکه بیمار بودم و نتونستم چند روزی محضر شما برسم، آمدم که دلتنگیم رو برطرف کنم. حضرت فرمودن این ما بودیم که دلتنگ شدیم و رایحه‌ای از خودمون
به سمت تو فرستادیم. اون رایحه باعث شد که تو در لحظه دلتنگ شی و حرکت کنی به سمت مسجد. از اون جایی که واقعا خیلی هامون نمیدونیم، علی دورانمون همون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند و اون بیعت قدیر رو باید با علی دورانمون حضرت بقیت الله برقرار کنیم و اون بیعتمون رو با او ببندیم. میخوام عرضه بدارم که آقا ما که اینقدر خوبی نداریم که به محضر شما برسیم، اما اگر زحمتت نیست آهی بفرست و رایحه‌ای تا دل ما هم تنگ شما بشه، بتونیم ما هم به محضر شما برسیم و عرض ارادتی بکنیم که ما هم دلتنگ شماییم. تربیت فرزندان متخصص در خانواده. در خانواده فرزندان ما هر کدام معادنی هستند که گنجینه‌های با ارزشی را در خود ذخیره کردند. آموزش و تقسیم مسئولیت به هر یک از فرزندان نیروی متخصص قدیر را در آینده تضمین خواهد نمود. فرزندان امروز دارای استعدادهای نهفته‌ای هستند که باید پدران برای شناسایی و استخراج و فراوری آنان همت گمارده و آینده قدیر را با این نیروهای ذخیره شده پربارتر نمود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، تبریک و شاد باش به محضر یکایک شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام. در شام عید قدیر، عید بزرگ امامت و ولایت هستیم. امیدوارم که تمامی شما عزیزان در این روز دلتون شاد باشه به ولایت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و انشاءالله تونسته باشیم اعمال این روز رو به جا بیاریم. با هم فرازی از خطابه قدیریه آقا رسول الله رو میشنویم. ایها الناس من اولا بكم من انفسكم قالوا الله ورسوله فقال الا من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وانصر من نصر واخذل من خذل معاشر الناس هذا علي أخي ووصي وواعي علمي وخليفتي في أمتي على من آمن بي وعلى تفسير كتاب الله عز وجل والداعي إليه والعامل بما يرضى والمحارب لأعدائه والمبالي على طاعته والناهي عن معصيته إنه خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الهادي من الله وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله يقول الله ما يبدل القول لدي بأمرك يا رب أقول اللهم والي من والا وعاد من عاداه
من نصر واخذل من خذل والعن من أنكر واغضب على من جحد حقا اللهم إنك أنزلت الآية في علي وليك عند تبيين ذلك ونصبك إياه لهذا اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اللهم إني أشهدك أني قد بلغت مجدداً عرض سلام تبریک و شادباش دارم به محضر یکایک شما بینندگان و همراهان گرامی در اقصا نقاط کره خاکی میدونیم که آقا رسول الله در روز عید قدیر خطابه رو بیان کردن فضای خطابه رو با اون باید آشنا باشیم آقا رسول الله منبری رو که آماده کرده بودن بر فراز منبر ایستادن و خطابه رو شروع به قرائت کردن در طول قرائت خطابه قدیر آقا امیر مؤمنان یک پله پایین تر از آقا رسول الله بر اون منبر قرار داشتن و وقتی که آقا رسول الله میخواستن امیر مؤمنان رو معرفی بکنن حضرت بازوی امیر مؤمنان رو گرفتن و به حدی بالا آوردن امیر مؤمنان رو که پاهای امیر مؤمنان موازی با زانوان آقا رسول الله شد و تمامی مردم دیدن که آقا رسول الله کدام علی رو داره به همه مردم معرفی میکنه رسول گرامی اسلام اینطور فرمودند ای مردم این علی است برادر من و وصی من و جامع علم من و جانشین من در امتم بر آنان که به من ایمان آورده اند و جانشین من در تفسیر کتاب خداوند عز و جل و دعوت به آن و عمل کننده به آنچه او را راضی می کند و جنگ کننده با دشمنان خدا و دوستی کننده بر اطاعت او و نهی کننده از معصیت او اوست خلیفه رسول خدا اوست امیر المؤمنین و امام هدایت کننده از طرف خداوند و اوست قاتل ناکسان و قاستان و مارقان به امر خداوند خداوند می‌فرماید سخن در پیشگاه من تغییر نمی‌پذیرد پروردگارا به امر تو می‌گویم خداوندا دوست بدار هر کس علی را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس که علی را دشمن بدارد و یاری کن هر کس که علی را یاری کند و رها کن و خار کن هر کس که علی را رها کند و لعنت نما هر کس که علی را انکار کند و غضب نما بر هر کس که حق علی را انکار نماید پروردگارا تو هنگام روشن شدن این مطلب و منسوب نمودن علی در این امر در این روز آیه نازل کردی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا امروز دین شما را برایتان کامل نمودم و نعمت خدا را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین شما راضی شدم هر کس دینی غیر از اسلام انتخاب کند هرگز از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود پروردگارا
تو را شاهد میگیرم که این مطلب را من ابلاغ کردم. بله، در این جای خطابه قدیر خداوند به عمد میفرمایند رسول گرامی اسلام که امیر مؤمنان را معرفی کنه. اما ادامه برنامه و با حضور آقای موسوی در خدمت شما عزیزان است. سلام مجدد محضر شما بینندگان عزیز و خدا رو شکر توانستیم که تا این لحظه خدمتگزار شما باشیم. امشب یک پرواز دل داریم به یک سرزمین و یک مکان بسیار دوست داشتنی که برادر خوبم جناب آقای سید معین سید آشور قبول زحمت کردن در حریم ملک پاسبان کریمه اهل بیت دختر موسی بن جعفر حاضر شدن تا دقایقی دلهای عاشق شما رو به اون سرزمین ببرن. اگر که صدای بنده رو دارن من محضرشون سلام و عرض ارادت دارم. سید جان سلام علیکم. آقا سید بزرگوار عیدتون مبارک باشه. الله ایامکم. همچنین عرض سلام همچنین تحمیل بندگان از شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام عرض سلام تبریک و شادباش دارم. این عید بزرگ رو خدمت همه شما انشاءالله که همه شما عزیزان حاجت روا بشید و امشب در این حرم به نیابت از شما نائب و زیاره و دعاگو هستیم. امیدوارم که عیدیمون باشه فرج امام زمان سید بزرگوار و همه عزیزان در خدمتتون هستم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله علیه. چه خبر آقا از اون حریم و از اون حرم با صفای عمه جان؟ خیلی جاتون خالیه مثل همیشه. دوباره من اومدم و شما جا موندین. اگر بخوام از شب گذشته که توصیه بدم که نه، خدا رو شکر خدا رو شکر پس از این سالای پیاپی که یکم کم رنگ شد، امسال دوباره شیعیان و محبین آقا امیرالمومنین بخوام خودمونی بگم لاک کردن. از دو سه شب پیش که مونده به قدیر شروع شد، حالا توی شهر قم که من راهی بودم موکب‌های زیادی بود، جشنایی برگزار بود، توی همین حرم توی صحن جواد الائمه علیه السلام چندین موکب، شاید بگم بالغ بر بالای 20 موکب از لحاظ پذیرایی ها، حالا شربت، چای، حتی شب شام و نهار و اینجور چیزا، اینجور برنامه هایی رو داشتن. برکت اهل بیت برا بود. توی حرم رو ببینید. بله خدا رو شکر. و همچنین امروز عصر هم یه مراسم خیلی شاد پیاده روی رو داشتن، مثل اربعین، مثل نیمه شعبان، از حرم مطهر حضرت معصومه تا جمکران بین راه موکب های زیادی بودن. یه شور و حال خاصی بود و ختم شد به امشب شام عید قدیر و این حرم که همچنان شور و هوای حال خودش رو داره، دستجات شادی به حرم دارن میان، موکب‌های پذیرایی دارن بسیار عالی. خیلی ممنونم. انجام میدن و شما نائب زیاره. زیباترین منظره و لحظه ای رو که حالا توی حرم عمه سادات حضرت معصومه سلام الله علیها و یا در مسیر پیاده ای که به سمت منبع و مبدع و ملجع خیلی از محبین یعنی مسجد مقدس جمکران رفتید، بله بله، زیباترین منظری که دیدید چی بود امروز؟ من بخوام انتخاب کنم اجازه بدید دو تاشو بگم. یکی از زیباترین صحنه از دیشب زیاد دیدم، یکیش هم اون گوشه حرم داره اتفاق میفته. خیلی ها خودمونی به صورت خانوادگی اومدن، حالا چون خانوادگی اصلا راضی نباشه من دوربینو برنمیگردونم سمتشون، اما به صورت بله. خانوادگی یه کیکی رو آوردن، چند تا بادکنک آوردن و نشستن دور هم دیگه و یه جشن کوچیک گرفتن تو حرم. خیلی توی حرم جشن خانوادگی. آره توی حرم. آره توی حرم یه جشن خیلی کوچیکو برای خودشون. حتی حرکت خیلی خوبیه ان شاءالله، البته باب نشه که بسیار عالی بسیار عالی. فضای خودش تکون نخوره. دومی صحنه ای هم که بگم سه جان، دومی صحنه ای هم که بخوام بگم، خیلی امروز اون هوا گرم بود اما مردم عزیزمون بهش و آقا امیرالمومنین و به نیت فرج امام زمان و به اینکه نشون بدن قدیر یعنی لبیک یا مفتی، قدیر یعنی که با امام زمانمون پیوند ببندیم، تو این گرمایی که من الان تو مسیر میدم واقعا عرق میریختم با بچه های کوچیک، پیر مرد پیر زن،
اومدن که فقط نشون بدن ما تو راه اهل بیت، تو راه آقا امیرالمومنین هستیم و خواهیم بود. این دو تا تصویر زیبا رو تقدیم شما عزیزان کردم و در خدمتتون هستم اگر حرفی دل گفته یا زیارتی هست انجام بدم برای. بسیار ممنون، متشکرم. خیلی نمیخوام تصدیع بکنم و بخشای دیگه برنامه رو باید امشب تقدیم دوستان خوبمون بکنیم، مهمانان دیگری رو هم داریم. فقط انشالله. اگر که نیابتن خیلی کوتاه سلام بدید به نیابت از همه عاشقان و خاصه به نیابت از اون سید بزرگواری که هممون انتظار ایدی از او داریم، یعنی وجود نازنین و با ارزش و با قیمت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف به محضر عمه سادات. به نیابت از همه شما دوستان عزیزم، آقا سید خود شما، همه بینندگان و مخصوصا کسایی که خیلی پیام دادن و التماسگاه گفتن، رو به حرم میستیم. بینندگان عزیزم هر جا هستن دستشون رو روی سینه بگذارن، این سلام رو بدیم. انشاءالله این سلام باشه به نیت فرج امام زمان، رفع حاجات و رفع گرفتاریا و بالاتر از همه انشاءالله محرم رو در پیش داریم، رزق خوب نوکری و انشاءالله کربلای معلا در ماه محرم و صفر و به خصوص اربعین. به نیابت از همه شما و آقا امام زمان، السلام علیک یا فاطمه المعصومه بنت الامام موسی بن جعفر، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله، یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. قبول باشه زیارت همه شما خوبان، انشاءالله که به زودی زود خودتون مشرف بشید به این صحن و سرای باصفا. خیلی امشب جاتون خالیه توی این شروع حالی که واقعا قابل وصف نیستش. دعاگو نایب زیاره همه شما خوبان هستم، انشاءالله که از این زیارت لذت برده باشید. بسیار سپاس، ممنونم سید بزرگوار. انشاءالله خداوند به اسم زیبات معینت باشه، یاورت باشه و انشاءالله در تمام لحظات زندگیت سرشار از نیکی و خیری و برکت برای تو باشه انشاءالله. همچنین تا یه دیدار دیگه، یه گزارش دیگه شما رو به خدا من منان بسپارم. اللهم عجل بارک. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از همین مقطع کوتاه ویدیو و گزارش زنده ما از حرم عمه سادات رضایت داشته باشید و لذت بردید. این سلام رو هم تقدیم کردیم به نیابت از شما به محضر عمه سادات. انشاءالله اسم تک تک شمایی که با همراه ما زمزمه کردین در لیست زائران شام قدیری حضرت معصومه سلام الله علیها ثبت و ضبط شده باشه. اجازه بدید یک میان برنامه تقدیم شما بکنم، بهانه‌ای بشه که در محضر یکی از اساتید زراری حضرت زهرا سلام الله علیها باشیم و قدری صفا بکنیم امشب. نوکر فاطمه نقش مدام علیه، حالا ای جانم پس جا داره که بگم به ساحل کرم را داره، اون قطره که آغاش دل دریا داره، پس جا داره سیما داره، این جمله که تو بعضی کتابا داره، زهرا علی داره، علی زهرا داره، پر و بالم علی برکت سالم، پر و بالم نوکر فاطمه ام نقش ندانم علی پر و بالم. Yeah.
درمون داره، از توسلش رحمت بارون داره، قد بر جای خود عالمی مدیون داره، مدیون داره، ایوون داره، صفرش همشه پهنه و مهمون داره، جالب که توی آقل مجنون داره، مجنون داره، نور ما هم علیه، فانوس ما هم علیه، دوزخم امنه برام، دوزخم امنه برام، چون که پناهم علیه، پروبار علی امام من است و منم غلام علی. هزار جان گرامی فدای نام علی. یک بار دیگه تبریک عرض میکنم این عید سعید رو، این عید بزرگ رو و این عید خاص رو که خداوند متعال بهش عظمت 200 چند داده. یکی از رسمهای خیلی خوبی که در این عید خاصتاً در عید سعید قدیر هست، این دستبوسی سادات ذوی العز و الاحترام هست. حالا نه برای اینکه من در زمره سادات هستم، این رو مقدمتاً عرض کردم که عرض ارادت و دستبوسیم رو محضر سید بزرگوار حاج آقای رضویان عزیز و دوست داشتنیمون اعلام بدارم و سپاس که امشب دعوت ما رو پذیرفتن. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. شب شما بخیر. ایام بر شما مبارک انشالله. بر همه اسعد الله ایام. یه سلام به بینندگان بفرمایید. با بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. إن شاء الله إن عيد قدير بر همه دوستان و شیعان و محبین امیران هر کجای عالم هستند، إن شاء الله با ظهور فرزند دلبندش وجود مقدس ولی نعمتمان حضرت ولی الله العظم مبارک بشه إن شاء الله. چه خبر آقا جون؟ الحمد لله رب. امروز فکر کنم روز پر دیداری بوده برای شما. امروز در حقیقت روز نوکری ما بوده. الحمدلله. شما که الحمدلله در مسیر اهل بیت همیشه خوشنام بودید و خوشروزی. ولی امروز فکر میکنم مردم سرزمین قم خیلی به شما الحمدلله لطف داشتن، عنایت داشتن و حالا به نوعی زحمت برکت امیرالمومنین ما هم در خدمتشون بودیم. خدا خیرتون بده. آقا من خیلی تحسین نمیکنم، شما هم خسته اید میدونم از امروز، چون سید بزرگوار هم به جهت سیادت هم به جهت خدمتگزاری آستان اهل بیت خب مردم دوستشون دارن و ارادت و میرفتن امروز دستبوسی. یه گپی هم تا قبل از این که بیایم تو استودیو با هم داشتیم، خستن، من خیلی نمیخوام اذیتشون بکنم، بیشتر دوست دارم از نوای گرمتون استفاده بکنم. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین، پای کنیز همراه مولا شکسته با دستی کنیز یاور آن شهر بسته باد، تکمیل دین از او شد و نعمت از او تمام، عید قدیر یارب بر همه خجسته با انشاءالله. از روز ازل که خاک ما گل کردند، از عشق علی شرار در دل کردن، جز مهر علی هر آن چه که در دل بود با مهر علی نه.
آتل و باطل کردن. ای دین زدگان، علی بود راه نجات. ای گم شدگان، علی صراط است. دین بعد قدیر طبق آیات خدا کامل شده با ولای حیدر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. سر خوش از جام می لم یزلی میگویم. سر اگر خاص غمی نیست بلی میگویم. سر اگر خاص غمی بی خود از خود شده و با صوت جلیب میگویم. 110 بار الهی به علی میگویم. پدرم گفته از آغاز بگو یا حیدر، به زمین خوردی اگر باز بگو یا حیدر. رحمت خدا بر اونهایی که ما رو با عشق اهل بیت آشنا کرده. از همان روز به فرمان پدر میگویم، مست از نام علی سینه سپر میگویم. ها علیون بشرون کیف بشر میگویم. بارها گفته ام و بار دگر میگویم. عزت هر دو جهان، عزت در نام علی است و از آن قسمتی از نام دلارای علی من. در این شعر که با یاد علی میخوانم، هر کجا خسته شوم ناد علی میخوانم. احسنتم طیب الله، خدا خیرتون بده. من خیلی وقت ندارم ولی دلم نمیاد این سوال از شما نپرسم. در یک دقیقه، شما وقتی زوار رو با خودتون همراه حرم آقا امیرالمومنین میکنید، توی بدو ورود کدوم شعر رو زمزمه میکنید و لذت میبرید؟ خدمت شما عرض کنم که این شعری که امشب تقدیم شما کردم اتفاقا هفته پیش بود که بحبا. نجف اشرف کنار قبر مولانا امیرالمومنین بودیم. اتفاقا اشعار بلنده، حالا قسمتش اینجا من آره اگر یک به دو بیتش رو بله متذکر بشید. به شما عرض کنم که گفت یا علی آمدی و بنده نوازی کردی، به به با دل خسته ماتم زده بازی کردی. بین ایوان نجف خاطر سازی کردی، هر چه میخواست دلم دادی و راضی کردی. بیشتر این دو بیت، این بیت آخر هست که خیلی براش زائرین جاذبه داشت، اونجا و اشک شوق میریختم. حضرت عشق عجب حال هوایی داری،
حضرت عشق عجب. عجب حال و هوایی داری، خودمانیم چه ایوان طلایی داری. به به الحمدلله رب العالمین. دیشبم با یک عزیز دیگری حرفم به همین جا رسید که ایوان نجف عجب صفایی دارد، حیدر بنگر چه بارگاهی. آقا خیلی ممنون، متشکرم، محظوظ شدیم که امشب رو هم در خدمت شما بودیم و فرصت خیلی خوبی بود، به قول عربا فرصت سعیده. بله ان شاء الله که از این فرصت های سعید و خوشبختی بیشتر نصیب روزی ما بشه که محضر شما بشه. ان شاء الله توفیق باشه، ان شاء الله در محضر ولی الله اعظم، ان شاء الله الهی به همین زودیا جشن بگیریم. خیلی عالی، ان شاء الله با فرجت. اللهم عجل لولیک الفرج. سپاسگزارم از سرور گرامم حضرت استاد رضویان و محضر شما بینندگان که با ما تا این لحظه همراه بودید امشب، به جهت اینکه قرار است بعد از ما برنامه به وقت سلام رو ببینید، کوتاه‌تر میهمان منازل شما بودیم. انشاءالله قول میدیم در شبهای آتی سنگ تمام‌تر در خدمت شما باشیم. خیلی خیلی متشکرم، قربون همه شما محبین آقا امیرالمومنین. تا یک سلام و عرض ارادت دیگه، حق نگهدارتون. یا علی. خمار بوی حضورم